سلام به همه علاقه مندان به سلامت و سلامتی این ویدیو راجع به نیمی از دردهای زانوه یعنی سابیدگی استخوان کشکک که شامل 50 درصد مراجعات بیماران به مطبهای ارتوپدی میشه پس اگه درد زانو دارید یا یعنی اینکه براتون مهمه که زانوی سالمی داشته باشید و پیشگیری کنید از مشکلاتی که ممکنه برش به وجود بیاد با من همراه باشید خب همونطور که گفتم این ویدیو راجع به سایدگی استخوان کشکه یا پاتلا در زانو هستش اما قبل اینکه بریم جلوتر بگم اینو که اگه از این سبک محتوای پزشکی و سلامتی خوشتون میاد ولی هنوز فالو نکردید یا سابسکرایب نکردید فالو یا سابسکرایب کنید و حتما هم نظراتتون رو برای من توی بخش کامنت بنویسید مرسی خب نصف افرادی که با درد زانو به مطبهای ارتوپدی مراجعه میکنن مشکلشون همین سایده شدن استخوان کشکک در زانو هستش و خیلی بیماری شایعی بوده و الان هم شایعتر شده اول از همه میخوام برم سراغ نشونه هاش این بیماری معمولا از سن 25 سال شروع میشه به بالا وقتی میگم معمولا علتش اینه که حتی خانم های 18 ساله رو دیدم که بیان و این مشکل رو داشته باشن پس با این رنج سنی مترجم شده که این بیماری پیرو جوون نداره و همه باید حواسشون به این بیماری باشه افرادی که دچار سایدگی استخوان کشکک هستن یه درد مبهمی رو در قسمت جلوی زانو و اطراف زانو تجربه میکنن این درد وقتی که زانوشون رو بیشتر از 90 درجه خم کنن بیشتر میشه وقتی که از پله میخوان بالا پایین برن بیشتر میشه مثلا وقتی که توالت ایرانی میشنن موقع مخصوصا موقع بلند شدن درد زیادی رو ممکنه که تجربه بکنن توی بالا پایین رفتن از پله ها به زانوشون به قسمت جلوی زانوشون فشار میاد و مشکلی البته توی راه رفتن در سطوح هموار ندارن شدت این علائم میتونه بسیار کم باشه و پیشرفت کنه و پیشرفت کنه و خیلی شدت بگیره در حدی که فرد دیگه به فعالیت‌های های عادی چمتونه برسه و حتی خواب شب ازش گرفته بشه خب حالا علت سایده شدن استخون کشکک چیه؟ اول از همه باید یه توضیحی راجع به آناتومی و ساختار زانو بدم و اصلا کشکک چی هست و چرا مهمه از اوله چهار سر ران یا همین از اوله که جلوی ران قرار داره تمام فیلپ های از بس میشه به این استخوان کشکک و فعالیت هایی که حالا در واقع بر احده این از جلوی ران هسته شامل صاف کردن زانو بلند کردن پا مثلا موقعی را رفتن موقعی بار رفتن از پله ها و حفظ تعادل موقعی سرپا بایستادن و راه رفتن و اینها میشه پس از بسیار مهمیه و وقتی که به استخوان کشکک متصل میشه اون استخوان هم به استخوان مهمی تبدیل میشه از طرف دیگه استخوان کشکک استخوان متحرکی هست حرکت میکنه در در واقع حرکت های زانو و حرکتش هم بین دو سر استخوان ران هستش یعنی استخوان ران دو تا سر داره که بینش یک شیاری وجود داره که استخوان پتلا یا کشکک باید توی اون حرکت کنه پشت استخون کشکک و جلوی استخوان ران دو تا سطح غزروفی قرار داره که که باعث میشه این دو تا استخون روی هم خیلی خوب حرکت کنن و سایده نشن ولی اگر این غزروف از بین بره ما دچار همون بیماری سایدگی کشکک یا نوعی از همون نوعی از آرتوروزه که برای ما پیش میاد و همطوری گفتم میتونه دردناک باشه حالا چی باعث میشه که این قضروف از بین بره زیاد استفاده کردن از زانو مثلا کسایی که زیاد در طول عمرشون پله بالا پایین میرن دو زانو و چهار زانو نشستن به خصوص برای ما ایرانی ها که خیلی مطرحه هم پای در واقع به خاطر پای سفره نشستن مثلا خیلی چهار زانو میشینیم یا توی دستجوگاه ایرانی که دوزانو میشین و وقتی که پا بیشتر از 90 درجه خم میشه آسیب همون آسیبی که گفتم سایده شدن اون غضروف ها به وجود میاد عامل بعدی شکل, خود... شکل بد خود استخوان کشک میتونه باشه اگه بزرگ یا کوچیک باشه و درست توی اون شیاری که گفتم حرکت نکنه باز, باز میشه زودتر آسیب ببینه که اینا جزو فاکتورهای ژنتیکی هست یکی دیگه از مشکلات ساختاری و ژنتیکی میتونه کجودن زاویه کیو باشه زاویه کیو به زاویه گفته میشه که در واقع اون غلاف هایی که کشکک رو باید به استخوان ساق متصل کنه صاف نباشه و به طرف این کج باشه اگر این زاویه کیو کج باشه باز میشه که فشار در یک طرف روی استخوان پاتلا بیشتر باشه و توی اون شیار خودش حرکت نکنه که باعث میشه اون سنگ زودتر فشرده بشه و به استایده بشه و دردها به وجود بیاد زاویه کیو میتونید خودتون با انگشت در واقع حس کنید گفتم غلافی که یا اون رشته هایی که کشکک رو به استخوان سا متصل میکنن قسمت پایینی کشکک این کجودن زاویه کیو توی خانم ها دو برابر شایدتر از آقایونه به خاطر همینه که ما استایدگی کشکک رو در خانم ها دو برابر میبینیم واسه همینم هم گفتم که خانم های 18 ساله ای دیدم که دوچار این درد میشن نه آقایون خیلی کم پیش میاد که آقایون دوچار این درد توی اون سن پایین بشن پس دلایل سایدگی کشکک شدن شامل دو دسته لایف و مشکلات ساخت داریم خب حالا ما چطور مطمئن بشیم که سایدگی کشکک داریم یک سری علائم گفتیم که مخصوصا علائمی که با خم کردن زانو بدتر میشن و نقطه ای که در داره گفتیم قسمت جلوی زانو هستش به علاوه معاینه که پزشک باید انجام بده و به شما این اطمینان رو بده که شما به سایدگی کشکر مبتلا هستید خب آقا آرتروز پتلا پایان دنیاست؟ نه اگه زود به فکر درمان بیفتید میتونید نجات پیدا کنید از این اه... بلا حالا درمان شامل چیا میشه؟ اول از همه مثل همه بیماره دیگه پیشگیری پیشگیری یعنی چی؟ یعنی هم که گفتیم باعث خراب شدنش میشه انجام ندید زیاد با پله بالا پایین نریم دو زانو چهار زانو تا حد ممکن نشینید حتی اگه زانوتون سالمه تولت فرنگی تا جایی که میشه استفاده کنید و از استفاده از استفاده کردن سولت های فرنگی پرهیز کنید موقع نشستن حتی فیلم دیدن حواستون باشه که زانو بیش از 90 درجه نباید خم بشه مثلا بعضی هستن که زانوشون خم میکنن میشینن روش خب این باز میشه که زانو انقدر فشرده میشه و پاتلا انقدر مف... محکم فشار میاد روی ران که اون غضوف زیرش میپکه اینها رو باید رعایت کنید مرحله بعدی درمان و پیشگیری میشه قوی کردن عضلات اطراف زانو وقتی شما عضلات اطراف زانوتون رو قوی کنید فشار از روی ها و استخوان‌ها کم میشه و مشکل تا حد زیادی حل میشه البته ورزش حتما باید ورزش مناسب و درستی باشه که مخصوص تقویت عضلات مناسب زانو باشه چون اگه ورزش نادرستی انتخاب بشه یا به روش و متد نادرستی اجرا بشه میتونه آسیب زانو رو بدتر کنه و حتی های جدی به وجود بیاره من توی پست ای تمرینات مناسب تقویت عضلات اطراف زانو رو آموزش میدم منتظر اون پست هم, هم باشید توی این مرحله شما میتونید از پومادها و این سری داروها هم استفاده کنید مثل پوماد پروکسیکام یا پوماد دیکلوفناک که توی انجام دادن این ورزش ها و تسریع بهبود در واقع فعالیت بعد درد زانوتون کمک کننده باشه و مرحله بعدی درمان شامل درمان های دارویی پیچیده تر و همینطور فیزیوتراپی میشه که باید با سلادید پزشک انجام بشه البته همون دو متود اول یعنی رعایت سبک زندگی و انجام ورزشهای های مناسب تقویت از زانو تا 90 درصد مشکل سایدگی استخوان پتلا و همینطور سایدگی خود زانو رو برطرف میکنه و باعث میشه که شما تا مدت زیادی از درد و رنج زانو نجات پیدا کنید و توی هزیناتون بسیار صرفه جویی بشه و در کنار اینها بتونید مثل یه بچه ده ساله این وران برید و ورزش کنید و تفریح کنید و کوه برید و هیچ دردی و تجربه نکنید امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه اشتراک گذاری با دوستانتون فراموش نشه و سلامت و تندرست باشید و سلامت زندگی کنید خدا نگهدار